امیدوارم تو این فرصت بتونم نقش کوچک یک راوی کوچک از بخشی از اونچه که در منطقه پیش می آمد و همین بچه ها که عمدتاً دیدم رو پیکر متحر این برادران که 40-50 نفرم جای دیگه این 80-90 تا که تازه پیدا شدن دیدم عمدتاً نوشته جزایر مجنون و فاف به این معنا که اینا غالباً یا بچه هایی هم که سال 62 و 63 در خیبر و بدر بودن یا 64 در فاف و الفجر 8 من توفیق شرکت در هر سه تا عملیات رو چون داشتم جزو بچه هایی که خدشکن بودن یا تو درگیری های در عمق دشمن از هر سه عملیات خاطراتی از بچه هایی دارم که مفقود شدند یعنی اونجا با هم بودیم من چون در این هر سه تا عملیات مجروح شدم آمدیم عقب و برادرانی که با ما بودند بعضیشون از دوستان نزدیک ما بودن اینا شهید شدن و موندن حالا به عنوان یک راوی کوچک توی راهیان نور سعی میکنم چند تا خاطره از این بچه ها عرض بکنم که اینا چجوری میشده که مفقود میشدن اولا بعضی ها میگن بعد از 30-40 سال استخونا چی از منطقه میارن و اینا از کجا پیدا میکنن و کارخونه استخونسازی تو جبهه درست کردن و با چه اهداف اینا رو بندرن میارن و این حرفا این تیپا چون یه بخششون واقعا نسبت به مفاهیم اسلامی و انسانی بیگانه اند اطلاعات کافی ندارن من اینا رو ارجاع میدم به همون بتخانه شون که غربه و عرض میکنم به تعبیر دوستان که اونا از نگاه مادی برای کشتگانشون در جنگ صد برابر امثال شماها احترام قائلن با اینکه اون فداکاری ها و مجاهدت ها رو کردن و نه چون این نگاه الهی به مسئله جهاد و شهادت داشتن رو دارن و این مسئله خیلی مهمیه 90 سال پیش انگلیس ها تو جنگ جهانی اول سالها بعد از جنگ جهانی اول شاید 5-6 سال بعد یک کشته ناشناس مجهول الهویه رو پیدا کردن به عنوان مفقود الاثر آوردن وسط شهر لندن دفنش کردن یا در کانادا مرتفع ترین یادبود کشتگان مفقود الاثر جنگ یا به تعبیر اونا کشته گمنام شهید سرباز گمنام مرتفع ترین یادبود او در دانشگاه تورنتو در کانادا تو دانشگاه که 50 متر با 50 متر ارتفاع اونجا ساختن با اینکه نه کانادا اصلا هیچ وقت ارتش مستقلی داشته نه به طور واقعی جنگیده کانادا یکی از مستعمرات انگلیس بوده هنوزم هست میدونین کانادا و استرالیا و نیوزلند و بعضی کشورها اصلا حکومت مستقل ندارن تحت به عنوان ایالات استعمار انگلیس هنوزم حساب میشن نه سیاست مستقل نه هیچ اینا نه ارتش مستقل داشتن نه جنگی به صورت بوده به عنوان سربازان مزدور در اختیار ارتش های استعماری بودن بعد انگلیس ها و کانادا برای سربازانشون که در دفاع از خاک خودشون هم حتی کشته نشدند اون مرتفع ترین یادبود رو تو دانشگاه تورنتو میزنه اینم وسط لندن تو شهر تو خیابون میاد جنازه رو دفن میکنه با اینکه اینا سربازانشون در جنگ دفاعی کشته نشدن در حمله به دیگران کشته شدن یعنی متجاوز بودن بنابراین اینا حتی اگر کسانی با نگاه مادی و غرب زده هم به مسئله نگاه میکنن به این قضیه باید توجه کنن که شماها بچه‌ای که دوران جنگ بودن هنوز خوب هستن ولی تا چند سال دیگه هستن اگه همون واقعیت رو بگیم خیلی افتخارآمیزه واقعیت اینه که بچه های معمولی که گاهی تا چند وقت پیش پشت جبهه میترسیدن ترسو بودن همینا با ایمان به خدا و آخرت تبدیل شدن به یه موجودات پولادین و نترس که اصلا مفهوم ترس رو دیگه نمیفهمیدن بچه های خیلی معمولی آمدن و تبدیل شدن به آدم های غیر معمولی ایمان به خدا اینجوری میکنه بعضی هم کم میزنن خیلی فکر میکنن جنگ ما بچه های ما شهدای ما مثل کشته های هر جنگ دیگری هن جنگ های مادی جنگ های دنیوی واقعا اینطوری نبود حالا من به خصوص دو سه تا خاطره از این سه تا عملیاتی که این بچه ها رو که بقایای پیکرشون به اندازه یک
بچه 6 ماه است توی یک کفن کوچیک جا شده، به شما میگم که کی اینا آقا، چه شیر مردانی هن، چه انسان های بزرگی هن. و برای من اصلا شخصا نه پلاک نه استخون اصلا برای شخص بنده هیچ اهمیتی نداره. اینم دوست ندارم که آرم جهاد و شهادت رو هر وقت میخوان بگن به استخوان و کفن و پلاک میگن. اینا نگاه جسمانی به مسئله است. اصلا مسئله اصلی ما جسد شهید نیست، مسئله اصلی روح اوست، افکار اوست، قدرت عظیم تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز اوست و روح‌های بزرگی که حتی اگر مادی هم کسی نگاه کنه باید به این قضیه توجه داشته باشه که 40 سال 50 سال دیگه از جنگ و شهدا و اینا همین پیکراشون و مزارشون و اینا به طور فیزیکی میمونه و این باعث شاید بشود در کسانی و میشود که فکر کنن که اینا کی بودن، برای چی رفتن اینا. این تفکر وهابیا رو تو عربستان میبینید چطور میرن کوچکترین یادگاری اگر از پیامبر، اهل بیت، اصحاب پیامبر هر چی مونده زود آب میبرن، تبدیلش میکنن به خیابون، پاساژ، دستشویی. اینا شعارشون اینه که آقا فقط کعبه مقدسه، اینا هیچ جا دیگه مقدس نیست. شعارش ظاهرش خوبه، ما باطنش اینه که هیچ اثری از آثار اسلام و مجاهدان صدر اسلام میخوان نمونه، که وقتی کسی میاد یک جایی بگه خب این خیابون با خیابونای فلان شهرای دیگه، جای دیگه، مکه و مدینه با جای دیگه چه فرقی داره؟ هیچ فرق ظاهری نداشته باشه. اون فرق معنوی و باطنیش هم که خب همه که نمیدونن. بنابراین حتی با نگاه مادی کسی نگاه کنه باید بهش توجه داشته باشه که مسئله مهمه. ما حدود 10-12 هزار از بچه‌های ما تو جنگ، تو عملیات‌ها مفقود شدن، هنوز نصفشون آوردن. 5-6 هزار تا از بچه‌ها هنوز پیکراشون نیامده. ولی اینو بدونن، اولا مفقود چجوری آدم میشه، تو عملیات چجوری مفقود میشدن، یکی از دو حالت بود. یا بچه‌های ما استشهادی یک گروه کوچک به قلب دشمن میزدن، خطوط دشمن رو میشکستن، در از 3 طرف 4 طرف دیوار آتش تو عمق دشمن 30 کیلومتر 40 کیلومتر میرفتن جلو، استشهادی عمل میکردن، ضربه میزدن به دشمن و بعد همونجا تا نفر آخر میجنگیدن تا شهید میشدن و دیگه بر نمیگشتن. یه عده زیادی از مفقودین این بچه هایند که حتی تو خاکریز خودشون نموندن، کوبیدن تو قلب دشمن و رفتن جلو. بعضی از بچه ها در غربت و تنهایی 1 به 10 1 به 100 از بعضی خطوط و ارتفاعات و وسط باطلاق ها، وسط هو، وسط در کنار تو نخلستان ها مقاومت میکردن 1 به 100 و دشمن داشت میامد جلو، شیمیایی میزد میامد جلو و این بچه ها با اینکه فرصت عقب نشستن داشتن عقب نمیامدن، دشمن منطقه رو میگرفت و اینا تا نفر آخر می... پس بعضی ها تو عمق دشمن حمله میکردن شهید میشدن میموندن، بعضی ها تا نفر آخر مقاومت میکردن شهید میشدن، دور میخوردن میموندن. و این قبیل مسائل هم باز من هم در خیبر، هم در بدر، هم در ولفجر 8 از نزدیک دیدم و همه را احاله میکنم آخر بحثم، چون اونجا بیشتر میخوام به این قضیه اشاره کنم. دشمن شاید 5-6 برابر ما مفقود داده. ارتش دشمن دوستان فرمودن طبق آمار نزدیک 60 هزار مفقود داد، منتها مفقودین او اینطوری بودن که بچه های ما مدام حمله میکردن، مناطق رو میگرفتن میرفتن جلو. یعنی اینا 60 هزار نیروی دشمن تو عقب نشینی ها کشته میشد، نمیتونست فرار کنه بره و گیر میافتادن. بنابراین اونا تعداد مفقودینشون هم خیلی بیشتر از ما بوده. ما هم هنوز طبق آمار نصف شهدای مفقود ما، حدود شاید 12 هزار شهید مفقود، 12 هزار 13 هزار داشته باشیم، تا حالا حدود نصفشون پیدا شدن. ولی دوباره تکرار میکنم، مسئله ما استخوان و پلاک و اینا نیست، اینا یک نماده، بهانه است اینها برای تجدید عهد با اهداف و آرمان این بچه ها و اینکه اینا بر چی آمدن، هدف چی بود، حالا چگونه مراقب این مرزهایی باشیم که این بچه ها با خون خودشون این مرزها رو رسم کردن. یکی از شهدای مفقود از دوستان ما تو لشکر مشهد، مشکر ما بود، ایشون نمازای عادیش، رکوع و سجده‌اش کمتر از 5 دقیقه و 10 دقیقه هر رکوع و سجده‌اش طول نمی‌کشید، غیر از نمازایی که نصف شب و مستحبات که می‌خوند. حالا یه کسایی مثل من جوگیر بودن، ما تو منطقه می‌رفتیم می‌دیدیم بچه‌ها نماز شب می‌خونن، پا می‌شدیم می‌خوندیم، بعد که برمیگشتیم دیگه
نماز صبحمون هم گاهی قضا میشد. ولی بعضی ها جوگیر نبودن، حقیقتا آدم های عجیبی بودن. شهید سعیدی که تو جزایر مجنون مفقود شد، بهش گفتم که تو چجوری اینجور نماز میخونی، نمازهای طولانی، رکوع، سجده ها، گریه میکرد، گاهی تو رکوع و سجده میلرزید. هم این تعبیر که از حضرت زهرا هست که کانت فاطمه تنهج فی الصلاة من خیفت الله، فاطمه در نماز گاهی بلند بلند نفس نفس میزد و حالت غیر عادی پیدا میکرد، وسط نماز میخواست بیفته، من خیفت الله تعالی، از ابهت خداوند. میفهمید در محضر کی ایستاده؟ خب این شاگردای مکتبش شهید سعیده که ایشون هم مفقود الاثر بود، شد تو جزایر مجنون، بچه های اطلاعات عملیات لشکر ما بود، قواص بود، بچه خیلی نحیف و لاغر. ایشون بهش گفتم که تو چجوری نمازات اینقدر باحال میخونی و اینا، رفقا میگفتن بریم کنار سعیدی که نماز میخونه کنارش بخونیم، موج نمازش ما رو بگیره. بعد گفتش که فلان من که حالا یرفا چیزی نیست، اینا کمترین وظایف بندگی و یرفا است، من نمیدونم، حالا چیز از نظر من مهم نیست. خیلی اصرار کردیم بگو، که من نمیدونم چه حالتیه، فقط اینو میدونم که من منتظر اذان میمونم، منتظر اذانم. یعنی یک جوری شدم نسبت به رابطه با خدا و نماز و صحبت که سخن گفتن با خدا. اولا میگم من نماز که میخونم فقط نمیگم، میشنوم. این تعبیر یکی از شاگردای مکتب فاطمه مفقود الاثر گفت، من تو نماز وقتی که هر ذکر نمازو که میگم، همون لحظه مثل که یک جام نور میریزم تو قلبم، اصلا یک حالت پیدا میکنم. هر آیه که میخونم، میگفت ایاک نعبد و که میگم، مثل که یک جام نور تو میریزم، اصلا یک حالت شادی و ابتهاج قلبم باز میشه، یک حالت، یعنی هر کلمه‌ای که میگم به من جواب میدن. بسیار بچه مخلص فداکار. بعد میگفت که جوری شده من منتظرم از این نماز، منتظرم که از اون بگن، منتظر از اونم. شما ببینید کسی هی به ساعتش نگاه کنه که کی از اون میشه که نماز بعدی رو شروع کنه. بعد میگفت نماز رو که میبندم منتظرم زود برم به رکوع، رکوع که میرم دلم میخواد زودتر برم به سجده، و سجده که میرم دیگه دلم نمیخواد بلند شم. بعد گفت خدا، ایشون فقط به من حرف زده، اهلی که به کسی بگه نبود، گفت فلان یک جوری شده خدا یک جوری نمازهای من لذت بخش شده برای من، هر وقت میخوام سرمو از سجده بردارم به سختی برمیدارم، اصلا دلم نمیخواد از سجده بلند شم. این حال به هم تو سجده دست میده. بعد تو آموزش های قواسی که شبای زمستون 7-8 ساعت میرفتیم تو آب آموزش قواسی، میدونی شبای سرد، حالا اروند تو مثلا دی و بهمن، شب اگر میتونید برید مثلا نیم ساعت تو آب. اون موقع اروند هم عرضش بیشتر بود، هم شدت آب بیشتر بود، و ما 10 ساعت شبا زمستون گاهی تو آب بودیم بچه ها. بعد بچه ها قبل میکنده بودن از اونجا که میامدن، من میرفتم استراحت میکردم اینا، ولی بچه ها باز میرفتن تو قبرا مشغول نماز نافله و استغفار و ختم قرآن و نماز قضا و نماز مستحبی، و خیلی بعضیشون تو قبر خوابیده بود، همونطور تو سجده خوابش میبرد. بعد شب تو آموزش ها هوای سرد بود، بچه ها تب میکردن. من گفتم بهش یه وقت، گفتم مسئول ما بودشون، گفتم برادر سعیدی من امشب تب دارم، اگه میشه نیام. گفت نه بیا، باید بیای. ما یکم رفتیم، چون ما پابرهنه باید میشدیم تو نخلا و خارا و خاشاک و اینا، با پابرهنه گاهی باید تا خود بهمنشیر یا کارون که محل آموزش بود باید پیاده چند کیلومتر میرفتیم گاهی پابرهنه تو خار و خاشاک و اینا، که پای بچه ها پر خار میشد، آخر شب با ناخونگیر خارا رو در میآوردن. و تو مسیر همطور سوره ولعصر دست جمعی میخوندن، گاهی سرود میخوندن، گاهی و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همطور با همدیگه دست جمعی میخوندن ولعصر ان الانسان لفی خسر، باز اون گروه جواب میدادن، باز اینا حالات عجیبی بود. بچه ها معطر حرکت میکردن، تو نخلا میرفتن و میامدیم به سمت من. تو مسیر به ایشون گفتم که آقا اگه میشه من امشب خانم خراب تب دارم. گفت نه بیا. یکم دیگه رفتیم، دیدم واقعا چشمام سیاهی میره، هنوز به آب نرسیدیم، من دارم بالا میارم از شدت تب و اینا. برادر سعیدی گفتم، بعد گفتم آقای سعیدی دیگه، برادر شد آقا، و گفتم آقای سعیدی من حالم خوش نیست، من نمیتونم بیام امشب، بذار من امشب استراحت کنم. گفت نه باید بیای. یکم دیگه رفتیم جلو 1-2 کیلومتر دیگه، گفتم سعیدی من نمیام امشب اینا. بعد برگشت گفت برای چی؟ گفتم آقا میگم تب دارم، حالم خوش نیست اینا. گفت دیشب من توی آب، شب زمستون تو آب سرد، گفت من دیشب تو آب عرق میکردم از شدت تب تو آب. امشبم رفتم درمانگاه، درجه گذاشت، دکتر بهم گفت دمای بدنت 40-41 درجه است.
من تبم از تو بیشتره. بعد گفت ولی فلانی دیگه چنین شبهایی رو تا آخر عمرت نخواهی دید، نه چنین شبایی، نه چنین بچه هایی، بیا بریم این آب شفاست. یعنی او ایمان رو رو کرد. ما رو میبردن تو گلا، وقتی جزر میشد گل این کانالا باطلاق میشد که جوی تا کمر میرفتیم تو گل، گاهی بیشتر. تو آموزش ها میرسیدیم به اون مناطق، ایشون بچه ها میگفتن که آقا به هر جا رسیدین باید مستقیم برین، سیم خارداره باید برین، باطلاق باید بری، اگه درخت هم هست درخت رو دور نزن، باید بری بالا درخت دوره بیای پایین. یعنی مبالغه میکرد دیگه، میخواست بگه که مسیرتون رو کج نکنه. ما هم با یکی دیگه از دوستان شهید ابراهیمی که ایشون هم تو ولفجر هشت شهید شد، رفیق ما بود، طلبه بود ایشون هم، بهش گفتم که ببین سعیدی کجا میره، ما سعید پشت سرش بریم ما رو نبینه، جای گل و ملا اونا که میرسیم ما خود ما قایم میکنیم میریم از رو پل میریم، بی خود تو گلا بریم که چی اینا، ما حال تو عملیات هر وقت بود میریم همه جا، اینجا چیه ببین خودمون گلم بعد 3 ساعت بعد ببین خودمون رو بشوریم. یا میفهمید بیرون نمی آورد، ما فکر میکردیم سر شکلات میزنیم نمیفهمه. یه لحظه دیگه کنار کانالای بعدی برگشت گفت آیا این پول، گفتم چیه، گفت برای چی تو گلا نمیری، گفتم برای که چی خلبازی یا چی باشه میریم تو گلا و اینا نه، گفت آقا خب تو عملیات پیش میاد اینجا، گفتم تو عملیات من از همتون بیشتر میرم تو گلا، ولی الان ما 4-5 نفر بودیم اینا، گفتیم که چیز فلان اینا، یه مرتبه پرید تو گلا و گلا رو برداشت به سر صورتش همه جاشه کل بدنش گلیست اینا، گفت از این بدت میاد، از این کارا میترسی بدت میاد اینا، گفتم خب ها دیگه همی خودش دلیل دیگه، همی آدم علیکی میره تو گلا خود تو گلی میکنی. گفت که این گلی شدن برای خدا گلش مهم نیست، برای خداش مهمه. گفت بیا تو این گلا حمام گل برای خدا کیف کن، کیف کن. یک وقتی آرزو میکنی یک جایی پیش بیاد یک کار خالص برای خدا بکنی، همچی کاری نمیتونی بکنی، این فرصت ها دیگه پیش نیست. ببینید اینا بچه های فاطمه زهرا که مثل ایشون مفقود شدن، همین بچه هایی که میارن اینجا، اینا همین بچه های همین سعیدی در کربلای چهار قواس بود، تیر خورده بود به پاش، بچه های قواس لو رفتن و شهید و مجروح اینا، بعد ایشون برگشته بود آمد رفت پیش شهید گریبانی مسئول دیگه که ایشون هم بعد شهید شد، یه چیزی بهش گفته بود، رفت بهش گفتم چی گفت، گفت آمده به من میگه، حالا رفته جلو تیر خورده برگشته میگه، آمده به من میگه که برادر اگر کاری هست که هیچ کس حاضر نیست بکنه، بچه ها خسته هن از زیرش در میرن یا میترسن، کاری هست که مونده رو زمین به من انجام بدن، نه که جلو بقیه بگه، خصوصی رفته بود به او گفت. بعد بهش گفتم نگاه کن پاش تیر خورده، گشنه، تشنه، خسته، از دیروز است، دیشب تو عملیات بوده تا الان، بچه های رفقاش جلوش شهید شدن، همه موندن جلو، همین کربلای چهار هم مفقود داشتیم دیگه ما، باز آمده عوضی که تیرم خورده بهانه هم داره که بره عقب دیگه، وظیفه شریش هم انجام داده، باز آمده پیش مسئول میور میگه که، پیش مسئول گردان میگه که آقا یک کاری هست که هیچ کس نمیکنه، رو زمین مونده، بچه ها خسته هن یا میترسن و اینا، بگو من بکنم. اینا روحای بزرگن، این مفقودا بعضیشون من اینجوری هم روحای بزرگ، و خیلی وقتا هم روزه بود، چون به شما بگم خیلی از این بچه ها میدونستن مفقود میشن، من به شما بگم هم در خیبر هم در بدر به ما نگفتن شما برمیگردید، من در بدر غواص بودم، در خیبرم که با قایقا و زدیم از جزایر مجنون ما عبور کردیم رفتیم شرق دجله، یعنی ما پشت جزایر مجنون بچه ما میجنگیدن، همونجا هم خیلی از رفقای ما موندن، من خودم ظهر تا غروب توی شرق دجله فقط تو خیبر 3 بار مجروح شدم، یعنی 3 نوبت ترکش خوردم، آتش اینقدر شدید بود در خیبر. و بعد که ما میرفتیم رسما مسئول ما به ما گفت که در بعد شهید برونسی بود که خودش هم همونجا شهید شد چهارراه خندق و در خیبر، گفتن آقا شما برادرها میرین که بر نگردین، شما بر نمیگردین، احتمال برنگشتنتون بیشتر از احتمال برگشتنتونه، یعنی کاملا این رو واضح مسئول ما به ما گفت که شهید طاهری، شهید عبداللهی که اینا فرمانده های ما بودن، واضح به ما گفتن که برادر میرین احتمال قوی جنازه هاتون هم بر نمیگرده، چون ما داریم میریم تو عمق 40 کیلومتری خاک دشمن و معلوم نیست دیگه برگرده. تو ولفجر هشت هم که ما وارد اروند میشدیم
گفتن ممکنه تو آب شهید بشید و آروند جنازه هاتون رو ببره به سمت خلیج و پیدا نشید. خب بچه های ما با آمادگی مطلق رفتن. من به شما بگم ما وقتی وارد آروند شدیم بچه ها تو ذهن همه به ما این بود که تا چند دقیقه دیگه شهید میشید. یعنی حتی اسارت هم نیست. با این ذهنیت رفتن تو آب بچه ها. ما وقتی قرار رسیدیم ستون ما فقط یک شهید داد. خط و شکستیم تو آروند. فاو. من وقتی پام رسید رو زمین اون طرف آب خودم باور نمی کردم که واقعا رسیدیم. چون ما فکر میکردیم تو آب میزنن ما رو، بچه ها رو میزنن و آبم میبره جنازه ها رو. بنابراین این بچه هایی که الان اینجا آوردن مفقودا، شما بدونین اکثر یه بچه ها خیلی هاشون مخصوصا که تو خیبر و بعدشون بودن خیلی هاشون میدونستن که برنمیگردن، چون گفتن به ما، گفتن آقا این عملیاتیه که یه احتمال داره که کل منطقه بریم تا تو عمق تا 50-60 کیلومتر 70 کیلومتر منطقه گرفته میشه، یک احتمال اینه که برید اونجا دور بخورید و بمونید دیگه نتونن حتی جنازه هاتون هم برگردن. خب ببینید غربیا صهیونیستا از این تفکر میترسن که فرمانده ما آمده جلوی ما واشنده میگه برادر به همین آسونی به همین راحتی میگه برادر داریم میریم جلو، من که شهید شدم برادر فلانی هرچی میگه گوش میکنه، برادر فلانی برادر مصطفی شهید میشه، برادر حسن هرچی که میگه به همین راحتی. انگار داره میگه مثلا من که رفتم خونه خالم بعد شما برین خونه عمتون بعد باز برین با هم دیگه پارک بعد برین سینما، همینطور با ما حرف زد. خب برادرم من شهید میشم، برادر مصطفی هر چی میگه فرمانده شماست، ایشون که شهید شد برادر احمد هر چی میگه فرمانده شماست، اگر ایشون هم شهید شد دیگه خودتون فرماندهی میکنید، دیگه کسی نیست، خودتون تصمیم بگیرید چیکار باید بکنید. آقا بچه 18 ساله بچه 22 ساله 20 ساله اینجوری حرف میزد، نه یک آدمی که بگید استاد عرفان و فلسفه و فقه و فلان اینا داده بود، هیچی، شاگرد نونوا بود، شوفر تاکسی بود، عمله سر گذر بود، یکی عمله بود، ما هم طلبه بودیم با هم دیگه کنار هم با یک دانشجو برای اولین بار هم دیگه رو میدیدیم، ولی جوری بچه ها عاشق هم میشدن که خدا شاهد گاهی با برادرام اونطور نبودیم. یعنی حالا من که البته برادرام هم دو ستاییشون هم در طول جنگ منطقه بودن همیشه، یعنی آدم گاهی واقعا با این بچه ها میشه انگار برادر خودشه، دفعه اول داری میبینیش ولی انگار صد ساله با همین. جوری بود که بچه ها توی اطلاعات لشکر و تخریب و اینا بیشتر به خصوص و گردان های خدشکن صبح بچه ها هم دیگر میدیدن روبوسی فلان اینا میرفت معمولیت برمیگرد 4-5 ساعت وقت هم دیگر میدن باز یک جوری روبوسی میکردن که انگار مثلا 10 سال هم میکرد ندیدن و عطر به هم تعارف بکنن همدیگر رو یاد بکنن تو بغل هم گریه بکنن بعد باز همون لحظه شوخی بکنن باز او بهش بگه که من نمیدونم هفتمت میام شامتو میخورم، شوخی با مرگ شوخی با همه چی رو به بازی گرفتن به بازی میگرفتن. بچه 14 ساله من دیدم تو همین خیبر شاید جز همین بچه ها باشه چون اونا جنازه هاشون موند اونجا وقتی ما آمدیم ما را آوردن، البته من شاید 4-5 ساعت سینه‌خیز می آمدم تو سینه‌خیز باز ترکش خوردم 40 کیلومتر تو عمق دشمن بودیم. افسر عراقی رو بچه‌ها اسیر کردن آوردش ایور خاکریز، افسر عراقی گریه می‌کرد میگفت شماها همین قدین همین تعدادین یه مش بچه، گفت اون طرف چند تیپ لشکر آمده خود صدام 30 کیلومتر پشت خط به فرمانده ها میگه باید 20 متر بری جلو 20 متر 20 متر اگه نه اعدام میشه. بعد ما اینجا 3 روزه داریم رو سر شما از 3 طرف آتش می‌ریزیم، بمباران شیمیایی میکنیم، هر کار میکنیم از یه خاکریز نمیتونیم رد شیم. ما فکر میکردیم چقدر نیرو اینجاست. حالا آمده بود دید چند تا گردان بچه بسیجی که خیلی از بچه های ما فشنگاشون تموم شده بود. من به شما بگم درگیری تن به تن شد تو خیبر، ما تو خاک دنبال فشنگ میگشتیم، فشنگ عادی. من یادم میاد که افتاده بودم 3 بار عرض کردم ترکش خورده بودم تو صورتم و پاهام و کمر و اینا دیگه تکون نمیتونستم بخورم. تو لحظه دیدم صدای آدمای دشمن شنیده میشه، یعنی دیگه آمدن بالای خاکریز. ما تقریبا 40 کیلومتر تو عمق دشمن بودیم، باید جاده رو قطع میکردیم و گفته بودن به احتمال قوی شما یک روز اگر بتونید جاده رو قطع بکنید بعد ممکنه یا عقب نشینی یا شهید، چون اونجا جای موندن نیست، اون شما رو میفرستیم اونجا که جزیره مجنون پشتتونه حفظ بشه، که یعنی ما باید اونجا بچه های ما باید میجنگیدن یه روز مثلا مقاومت کنن نصف روز یک روز که این سپاه عراق دیرتر بیاد نتونه جزیره مجنون جنوبی رو پس بگیره. این یه روز شد 3 روز، یعنی خود اینا میگفتن یه روز هم نمیتونن واسن. بچه های ما 3 روز وایستادن فشنگا تموم شد. این مفقودین ببینین کیاین.
و من یادم میاد توی بچه 14 ساله میامد کنار ماها که مجبور شده بودیم وای میستاد یکی یکی اونا برادر خسته نباشی فلان یه زهرا بگو چی میشه با اون یکی دیگه ما یک جوری حرف میزد انگار یک استاد مثلا سلوک عرفانی و اخلاقی ماه همینطور 14 15 سال واقعا هم محکم حرف میزد برادرها مقاومت کنیم تموم شد دشمن ان حساب دشمنی میرسیم حالا اونا داشت تانگاش میامد بالای خاکریزای ما یعنی طبیعیش بود که ما تا نیم ساعت دیگه همه یا شهیدن یا اسیرن اونجا خیلی از بچه‌ها هم شهید شده بودن افتاده بودن لحظه جنگ تن به تن شد که من صدای عراقی‌ها رو کامل می‌شنیدم فرمانده گردان ما که برادرش قبلا یکیش هم یک طلبه بود که تو همون خیبر شهید شد و مفقود شد خودش هم ترکش خورد به پهلوهاش که دو تا چپی بسته بود باز خون می‌زد بیرون از زیر این چپی تو حالتشون برگشت یه لحظه دیدم برگشت گفت که برادرها هر کس می‌تونه بیاد بالای خاکریز من گفتم خب به ما نمیگه دیگه میبینه که من تمام بدنم پر خون و ترکشه بعد برگشت گفتش که چرا نمیای گفتم من ما به حساب خودمون لوس کرده بودیم که الان ما مجروحیم و با 4 نفر بیا ما رو ببرن عقب و حالا نگو اینجا هیچ خبری نیست گفت آره دشمن داره میاد دارن میان بالای خاکریز تانگاشون و اینا بعد من گفتم چیزی ندارم سلاح فشنگ اینا نیست گفت همون چیه ورش دار برگشتم نگاه کردم دیدم یک چیزی بود مال سر قوطی کنسرو وا میکنن اون چی بود گفتم اینو بردارن واره همون رو بردار دارن میان بالا هر کی هر چی داره برداره اینی که گفت ما ترسیدیم حالا من که افتاده بودم و حساب که الان بیان ما رو جمع کنیم ببرین از ترس 4 دست و پا تونتون اومدم بالا خاکریز نفهمیدم چه جوری اومدم اومدم ببینم واقعا دارن میان بالا خاکریز دیدم بله جنگ تن به تن این جلو و همون لحظه ایشون فرمانده گردان ما که سبزی فروش تو شهرستان خودش تو میدون تره‌بار وانت سبزی فروشی داشت گفت که فرمانده گردان ما بود گفت هر کس ها بلند شد گفت که گفتم آقا فشنگ نیست چیزی نیست گفت دیگه فشنگ مشنگ ولش کن حسینیاش بلند شه ها شما ببین تو اون لحظه یه مرتبه من دیدم یکی از اینور بلند شد یکی از اینور همون طلبه برادر خودشم از اونور بلند شد و با دست خالی بدون فشنگ 4-5 نفر از این بچه‌ها یا حسین زدن تو دل دشمن وسط تانک‌های عراقی رفتن و شما باور میکنید عراقی از اونها ترسیدن یکی از این بچه‌ها که جانباز الان است او برای من گفتم چیکار کردین شما دست خالی یا حسین رفتین وسط تانک‌ها آخه این چی بود گفت هیچی فقط دیدم که ما که اینجا داریم شهید میشیم بذار بریم وسط تانک‌ها اینا درگیر شیم من گفتم چجوری گفت خدا شاهده من یک فشنگی هم نداشتم با دست خالی رفتم طرف تانکا بعد گفت یکی از بچه‌ها به نام شهید حسینی معلمی بود به نظرم نه اهل نیشابور کجا تیپ و ریشا و قیافش خیلی زیبا بود ایشون هم مفقود شد جز همین شاید بچه‌های مفقود باشه که از خیبر آوردن گفت فلانی نارنجک انداختن ترکش خودم من افتاده بودم زمین دیگه نمی‌تونم حرکت کنم ولی دیدم حسینی رو این معلم شریف رو دیدم وایساده بین دو تا تانک عراقی بعد با مشت میکوبه رو تانک الله اکبر میگه به او عراقی میگه بیا بیرون با مشت میزنه رو تانک الله اکبر میگه بیا بیرون اینا یعنی بچه ها مفقود شدن این مفقودین اینا هم اینا میبینن چرا میترسن از بچه های ما برای که میبینن نیرویی که بهش میگه آقا داریم میریم که برنگردیم به جایی که نگران بشه میخندیدن شوخی میکردن همین بچه های مفقود همین استخونا مسخره بازی مسخره میکردن ما تو عملیات مختلف تا زیر پای دشمن من دیدم اینا بچه ها مسخره بازی در می آوردن اخوی خود ما که قواس بود مفقود شد استخوناشو سالها بعد آوردن ما شبی که خداحافظی کردیم روبوسی کردیم با هم من یه لحظه چون خواب دیده بودم اخوی دیگه اونم خواب دیده بود که ایشون شهید میشه 17-18 سالش بود ایشونم بهش گفتم حسین ما خواب دیده حسین خواب دیده تو شهید میشه گفت خودم هم خواب دیدم محکم گفت من امشب شهید میشم بعد موقع خداحافظی من گریم گرفت چون گفتم امشب این که من مطمئنم شهید میشه امشب شاید شب آخر هر دومون باشه اینا بغلش کردم که اینا شونه هم یک کمی تکون خورد این فهمید بعد برگشت گفت که بچه ننه بازی در میاری بچه هیزیفت از من 5-6 سال کوچیک بود بچه ننه بازی در میاری گفتم نه امشب میدونم این آخرین باری که ما داریم هم دیگر میبینیم بعد که خداحافظی کرد رفت تو آب داشت میرفت بهم گفت یک کاری بکن امشب دوتایی نریم من که میرم دوتایی نریم چون مادر ما فلج شده بود نه گفت مادرم تحمل شاید نداشته باشه که دو نفری یک شب حالا تو باش عملیات بعدی خب یه بچه 17 ساله چجوری به اینجا میرسه و این بچه های قواس اینایی که میگم این ستون مفقود شده
جز و همین مفقود الاثر این که بعدها آوردن شد. این بچهای قواس حنا بسته بودن، میگفتن امشب جشن خونه، جشن حنابندان، امشب شب جشن خون ماست. رفتن به سجده، یک رو 20 دقیقه بچهای قواس کنار خیین تو سجده بودن، بعضیا بلند بلند ناله میزدن، الله الله میگفتن، گفتن خدای ما داریم میاییم. شهید حکمت نیا بود با یک دست، یک دستش قطع بود، با یک دست آمد عملیات که به شوخی میگفت برادرها مواظب باشین دست من اگه تیر بخوره دیگه فایده نداره، یک کاری بکنید دست من تیر نخوره بتونم یک کاری بکنم. با یک دست میشه جنگید، بدون دست نمیشه جنگید. و ایشون هم تو ماوت کربلای ده شهید شد. یه لحظه گفتش که دیدم دارن میره تو آب، قواسه یکیش میگه که خدایا آمدیم، خدایا آمدیم. بعد این بچه های قواسه، من از تو راه مسیر تو قم یه عطری از این عطرهای پیزری دم حرم میفروشن از اونا خریده بودم، به این بچه های قواسه همه عطر میزدم میرفتن تو آب. بعد گفت که یه لحظه دیدم بچه های قواسه زیر لب این بچه ها مفقود الاثر شدن، بشن تقریبا 15-16 نفر زیر لب شروع کردن با همدیگه آرام لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لبیک، گفتن رفتن. که من لحظه آخر داشتم اینا رو نگاه میکردم، چون ما بعد از اونا باید از تو جاده خشکی از محور دیگه ای میزدیم به خط، من صدا زدم حمید برای آخرین بار. این حمید ما با حمید حکمت نیا که او هم شهید شد کنار هم بودن، حکمت نیا فکر کرد من او رو صدا زدم، او هم رفیق ما بود. دیدم هر دوشون برگشتن و اینجوری کردن و اینجوری کردن و الله اکبر رو پیچیدن پشت نیها و رفتن. که رفتن آخرین باری بود که ما اینا رو دیگه دیدیم، که تا پیچیدن پشت نیزارا دیگه رفتن. تا سالها بعد که مثل بچه‌ها استخوناشون آوردن آماده مطلق برای شهادت، آماده مطلق برای شهادت. ایشون به من گفت که لحظه آخر گفت یک راجب شهید یه چیزی، آیه حدیثی چیزی راجب شهید بگو، ما داریم میریم و اینا. من این روایت نقل کردم که حضرت امیر فرمودن که از جنگ بن المصطلق می آمدیم، اسب کم بود، هر دو نفر روی یک اسب بودن، من و پیامبر روی یک اسب بودیم، من پشت پیامبر نشسته بودم. تو همون مسیر از پیامبر پرسیدم یا رسول الله یک کمی راجب شهادت و شهید صحبت کنید. پیامبر اون روایت مشهور رو گفتن که وقتی یک جوانی با پدر مادرش خداحافظی میکنه برای جهاد، خداوند به فرشتگانش میگه که افتخار میکنه که ببین داره برای من از خانواده‌اش و همه امیدهاش داره میکنه، خداحافظی میکنه، خدا چی میگه. با سپاه دشمن روبرو میشه، وارد جبهه میشه، خدا چی میگه. با نیروهای دشمن روبرو میشه، خداوند به فرشته‌ها چی میگه. تا لحظه که این شهید میشه، اول قطره خونش که به زمین میریزه میفرماد که تمام گناهانش پاک شد و بخشیده شد، مثل ماری که از پوست میاد بیرون، مثل یک بچه کوچک پاک از یه عالم شهید میره. این تعهدیه که پیامبر داد. با بلم ما باید میزدیم تا نزدیک دشمن، اونجا ما باید وارد آب میشدیم برای عملیات غواصی، ولی بچه هایی که تو بلم بودن پشت سر ما اینا قرار بود بیان، ولی خب بعضی جاها لو رفت. شما فکر کن گلوله های بزرگی که باش هواپیما میندازن، اینا رو میزدن مستقیم تو آب، که من تیرا که میامد، چه تیر رسام انفرادی چه این تیرای ضد هوایی که میامد، تیرا رو میدیدم که مثلا میخوره به سینه این نفری که جلوی بلمه و این میفته تو آب. وقت بلم باید یه نفر او جلو باید رو زانوش میستاد، با قدش بلند میشد، که این باید سکانداری به اصطلاح جهت رو با پاروش جهت بلم رو اصلاح میکرد. اونایی که عقبن باید از دو طرف تون تون پارو میزدن. بعد اگه این شهید میشد میافتاد سری، باید یکی باز میامد جلو به جای او میستاد، باز اونا نفر دیگه پارو میزد. خب بعضی از بچه هایم اینا که نفر جلو بود که خب میدیدی تیر درست میاد طرفت، از این کنارت رد میشه، از این ور رد میشه، بغلی میخوره. اینا تو این لحظه ها به شما بگم، اینا شنیدنش اصلا تو فیلم میشین، اینا آدم راحت نگاه میکنه. تو لحظه که شما نشستی میبینی گلوله آمد، نفر بغلی چشمش در اومد، صورتش متلاشی شد، اون که دستش شکست، اون که شکمش پاره شد، تو اون لحظه باز بگی الله اکبر، باز بگی یا حسین، باز مستقیم بری طرف دشمن. اینا دیگه ایمان، ایمانی میخواد که باید از قبل در خود آدم در خودش ایجاد کرده باشه، با احساسات و تلقین نمیشه. اونجا باید لحظه یکی باید نشون بده به این حرفایی که میزدی ایمان داره یا ایمان نداره. این بچه‌ای که جنازه هاشون استخوناشون اینجاست، اینا جزو بچه هایی که ایمان داشتن، یعنی اون لحظه که میتونستن برگردن بر نمیگشتن.
پیش آمد لحظه‌ای که گفتن آقا بلم تعدادش کمه برای عقب نشینی، یک عده‌ای برن و یه عده‌ای بچه‌ها گفتن ما نمی‌ریم بقیه برن. اینا حرف زدنش آسونه. خب بعضی از بچه‌ها همینطور، یا تو بعد من یادمه که خط که شکست با چند نفر از دوستان، یکی هم پسرعمه ما داریم که ایشون هم برادرش شاگرد اول پزشکی بود توی حاج عمران شهید شد، خودش هم از اول تا آخر جنگ تو جبهه بود، توی عملیات تا حالش رفت، توی یک بخشی از ریش رفت. اینا به شوخی میگفت ما دیگه تو هیچی نداریم، خالی خالی. و الان هم ایشون در ضمن التماس دعا داریم از شما برای ایشون. الان ایشون دیگه شیمیایی چون بود اصطلاح با سرطان چیز درگیره و شیمی درمانی میکنه، امیدواریم انشاءالله به دعای شما شفا پیدا کنه، حالش خوب بشه. گرچه امسال این بچه ها صد بار با شهید میشدن و میرفتن. ایشون جنازه برادرش رو از پشت خط دشمن توی کوههای حاج عمران خودش رفت آورد، رکول گرفت. اصلا بچه های اطلاعاتی بودن، یا کارشون یک سره پشت خطوط دشمن بود، سنش هم از من کمتر. توی همین بدر ایشون هم غواص بود، مسئول تیم غواص بود. ما وقتی که رسیدیم اینا، بعد زدن بچه ها خاکریزا و دشمن و سنگراش رو منهدم کردن. یه مرتبه دیدیم 100 تا 200 تا از این نیروهای دشمن فرار کردن به سمت عقب. ایشون بهم گفت که تیرم خورده بود به پاش، سرش هم من دیدم خونیه، تیر یا ترکش خورده بود، خون میامد پایین ولی پاش میلنگید. یه مرتبه برگشت گفت که بلند شین، هر کس میتونه بیایم اینا رو بریم اسیر کنیم، دارن در میرن. ما هم بلند شدیم با چند نفر بچه‌ها دنبال اینا رفتیم. بین راه دیگه بعد دیدیم دومون به اینا نمیرسه، خیلی جلوی هم دیگه، گفتم بشینیم بزنیمش. چند تا از اینا رو زدیم اینا، یه لحظه که دنبال اینا بودیم یه مرتبه دیدیم ما 7-8 نفریم تو دشت، هوای هم روشن، خاکریز پشت سر ما، دشمن هم نیروهاش اینجا جمع شدن، ما مسلح پشت خاکریز، حالا ما ایم تو دشت صاف، اونا پشت خاکریز با اسلحه. یعنی دقیقا عکس شد یک مرتبه صحنه که سریع ایشون رو بزنیم چون آقا برگردیم دیگه، حالا باز برگردیم سر جای خودمون. ولی دیگه نمیشد برگشت، یک جایی تو دشت صاف زیر آفتاب تا شاید چند ساعت من با دو سه تا از بچه ها که یکیشون اونجا مجروح شد، یکی شهید شد، یکی هم مجروح شد، اونجا روی زمین خوابیده بودیم فقط با آر پی جی، چون تکون نمیشد خورد، تکون میخوردیم میزدن. فقط منتظر بودیم که اگه اینا آمدن جلو یا تانکاش اومدن مثلا نزدیک ما رسیدن، اون وقت اونجا بلند شیم بزنیم. که یه وقتی تانکا آمدن با این نفر بغلی بهش با مشت و لغت اینا زدن، گفتم که آمدن تانکا بلند شو، گفتش که از بس خسته بود گفت هر وقت به 50 متری رسیدن منو از خواب بیدار کن، چون خوابیده بود اصلا. گفتم بابا 50 متری الان رسیدن، الان میام بالات. اینقدر ایشون آرامش داشت و هم خسته بود هم آرام، گفت هر وقت رسیدن نزدیک بیدارم کن، بی خودی مزاحم نشو مثلا. و بچه ها توی این صحنه ها بلند میشدن واقعا. خب همین بچه هایی که میگم خیلی هاشون مفقود شدن همون جا که میموندن، دیگه کسی نبود که خودشون هم نمیامدن عقب. امروز منتها الیه حاشیه اروند مرکز تاریخ است، از اینجاست که عاقبت زمین معین میگردد. اگر نه به من بگو که در کدام این نقطه کره زمین حادثه ای از این عظیم تر در جریان است. آیا قرن 15 هجری قمری قرنی است که در آن کشتی طوفان زده تاریخ به ساحل آرام عدالت میرسد؟ آنها با اشتیاق از میان گلولایی که حاصل جزر و مد آب خور است خود را به قایق ها میرسانند و ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک می کنند. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد. بله، نه هر کدومشون یک ماجره هی داشت. یه بچه های غواص ما توی ولوجه هش و تو بدر قبر کنده بودن برای خودشون،
7-8 ساعت 10 ساعت آموزش های سخت زمستون تو آب، جنگ پارتیزان نخلستان، تجری تو نخلستان نارنجک بندازیم، جنگ تن به تن، همه هم بچه بودن، همه هیچ کس نظامی آموزش حرفه‌ای نه. شبا بعد بچه ها میرفتن تو قبرهایی که کنده بودن و تا صبح مشغول مناجات و ختم قرآن و استغفار و نماز، همه هم بچه بیگناه. من یادم میاد اخه داشتم جدا میشدم، گفت این روایت که پیغمبر گفتن همه گناه آدم بخشیده میشه شهید بشی، همش بخشیده میشه. گفتم ما تو اصلا چقدر فرصت و گناه داشتی تو 18 سال سنت، کجا گناه اصلا وقتش؟ گفتم ما گناه رو ما کردیم، تو چیکار کردی؟ یعنی اینقدر این بچه ها واقعا، و یکی از یکی گلتر، یکی از یکی فداکارتر، صافتر. اونایشون هم که موندن الان اغلب هزار تا مشکل دارن، مثلا کسی محلشون کسای دیگه فداکاری، ما یک کسای دیگه رئیس میشه.